حسی بعد از شنیدن این آهنگ بهتون دست داد؟ اسم این آهنگ مارش عزا اثری از شوپن هست و از قضا تاریخ دستنوشته خطی این آهنگ 28 نوامبر. من اولین بار که این آهنگ رو شنیدم یه حس ترس و دلهوره به هم دست داد. ترس برای هر کس میتونه متفاوت باشه چون ترس نسبیه و هر کس ترس‌های خاص خودشو داره و معمولاً ترس در تقابل با چیزیه و مخاطبی داره. اما میخوام به دو مورد از ترس هم اشاره کنم و براتون تعریف کنم که مخاطبش خودم بودم با خودم، ترس درونی از شرایط خودم. من توی خانواده موزیکالی دنیا نیومده بودم و من هم طبق نرمی که خانواده، جامعه و سیستم برام تعریف کرده بود یا باید دکتر می شدم یا مهندس. اما از بچگی عشق و علاقه قلبیم موسیقی بود. همیشه خودم رو توی رویاهام پیانیست می دیدم و روی صحنه. از 8 سالگی کلاس‌های پیانو رو به صورت تفریحی شروع کردم. دانشگاه رشته مهندسی صنایع برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها می‌خوندم که رسیدم به سال آخر و قضیه نوشتن پایان نامه. هیچ ارتباطی بین خودم، علایقم و روحیاتم با این موضوع نمی‌دیدم. حاضر به نوشتن پایان نامه‌ام نبودم. از اون بدتر برای مادرم کابوس بود که من مدرکم رو نگیرم. اصلا بعدش چی کار بخوام بکنم؟ به خاطر حجم درس ها 2 سالی هم بود که پیانو زدن رو به کل کنار گذاشته بودم. 26 سالم بود. برای شروع موسیقی خیلی دیر بود. اصلا از کجا باید شروع میکردم؟ هیچ وقت تئوری موسیقی، سولفژ، هارمونی کار نکرده بودم. یه حس سرخوردگی خیلی بدی داشتم. ترس از اینکه سرنوشتم چی میشه. حس خیلی گنگی بود. ولی با همه این وجود یه نیروی قوی درونم احساس میکردم که میطلبید اون چرا که همیشه آرزوشو داشتم و کاملا برام واضح بود که چیزی که خانواده و اجتماع من رو تعریف کرده بود و به من تحمیل شده بود من اون نبودم و در اون تعریف نمی گنجیدم. تنها چیزی که می دیدم قالبی بود که می خواستم به اون شکل در بیام. می خواستم سرنوشتم رو توی دست خودم بگیرم و مسیر خودم رو بسازم. تصمیم به خودم رو گرفتم. مدرک فوق دیپلمم رو گرفتم و از دانشگاه خدافظی کردم. استارت کار رو زدم. کلاس های سولفژ و هارمونی ثبت نام کردم و تصمیم گرفتم معلم پیانو بگیرم. با چند تا از اساتید حرفه‌ای پیانو تماس گرفتم و براشون توضیح دادم که میخوام خودم رو آماده کنم برای امتحان ورودی کنسرواتوار در خارج از کشور. 2 تا از اساتید پیانو به خاطر سطح ضعیف نوازندگی من و حتی سن من وارد شدن به کنسرواتوار رو غیر ممکن میدونستن و منو نپذیرفتن. بعد از چند تماس با اساتید دیگه بالاخره کلاس‌های پیانو رو به صورت حرفه‌ای با یه استاد خیلی خوب شروع کردم. هفته 2 بار کلاس می‌رفتم به مدت 1 سال. فشرده و شبانه روزی تمرین می‌کردم تا سطحمو برسونم و خودمو آماده کنم. هر چقدرم که شرایط مساعد نبود و هر چقدرم که از همه و حتی کسانی که استاد بودم توی موسیقی میشنیدم که دیره، نمیشه، نمیتونی، میری سرخورده میشی یا نمیتونی به جایی برسی، اما عشق به اونچه که درونم بود و باور به خودم و ایمان به تصویری که از خودم داشتم بود که من رو میکشوند. نه ترس از ناموفق شدن و نتونستن. بعد از تحقیق متوجه شدم که هلند تنها کشوریه بعد از انگلیس که کنسرواتوراش به زبان انگلیسی تدریس میشه. بعد از آزمون ورودی کنسرواتوار اوترخت دوره مقدماتی قبول شدم. روز بعد از آزمون
با هم تماس گرفتن و به هم گفتن متاسفانه برای دانشجوی غیر اروپایی برای دوره مقدماتی ویزا تعلق گرفته نمیشه. بعد از اون حس خوشحالی که قبول شده بودم، انگار یهو دنیا روی سرم خراب شد. امکان نداشت این همه راهی که اومده بودم با این همه سختی باید برمیگشتم ایران. فکر کردم بهتر باشه برم اداره مهاجرت و سوال کنم آیا هیچ راه دیگه‌ای هست؟ خانمی که پشت کامپیوتر بود بعد از چک کردن بهم گفت که 2 هفته پیش قانون عوض شده و از امسال هم برای دانشجوهای غیر اروپایی ویزا تعلق گرفته میشه، ولی هنوز به کنسرواتوارا ابلاغ نشده. وقتی چیزی رو میطلبی با عشق از درونت، از صمیم قلبت، هیچ چیزی نمیتونه مانعت بشه، بلکه همه چی دست به دست هم میده تا تو رو به اون سمت برسونه. در حقیقت تو با واقعیت به یه هارمونی میرسی. سال 2011 دوره مقدماتی رو شروع کردم. وارد وادی معرفت شده بودم و آموختن به اونجایی که عشقش رو داشتم. ولی از طرف دیگه به خاطر پیشینه ضعیفم توی موسیقی مثل کسی بودم که شنا بلد نبود و یهو پرتش کردن توی دریای طوفانی و بهش گفتن شنا کن تا غرق نشی. من شنا کردم. شنا کردم و شنا کردم. سختی‌های زیادی رو توی دوره تحصیلم و حتی ترس‌های زیادی رو تجربه کردم. از تفاوت‌های فرهنگی، دور بودن از خانواده، کار کردن همزمان تحصیل، از همه اینا گرفته تا ترس از صحنه، قضاوت‌های دائمی که رشته موسیقی به همراهش داره، شک و تردید داشتن به خودم. ولی همه اینا رو به چشم چالش‌هایی می‌دیدم که باعث رشد من می‌شد و قالب روحی منو می‌ساخت. سال 2017 که مسترم رو کنسرواتوار ماستریخت شروع کردم، خیلی از ترسام از بین رفته بود. تجربه هم بیشتر شده بود، کم کم جا افتاده بودم. سعی کردم ذهنم رو فراتر ببرم و سعی کردم افکار و ذهنیتم رو از یک بعدی بودن در موسیقی کلاسیک بیرون بیارم، فراتر فکر کنم و حتی فراتر کار کنم. به خاطر همین تحقیق مسترم رو بر اساس ادغام ژانرها انتخاب کردم. دنیای امروزی ما دنیایی شده که شرق و غرب به هم آمیختن و آدم ها سعی میکنن فرهنگ همو بیشتر بشناسن و همدیگر رو بهتر بفهمن. این مسئله توی دنیای موسیقی هم اتفاق افتاده و منی که از شرق اومدم و عاشق موسیقی غرب هستم، اینو وظیفه خودم میدونم که در اتصال بین شرق و غرب از طریق موسیقی و شناسوندن فرهنگ ها به آدم ها سهیم باشم. به خاطر همین پروژه تحقیق مسترم رو بر اساس ادغام ژانرها انتخاب کردم. وقتی فارغ التحصیل شدم، من به آرزو و هدفم رسیده بودم. یه پیانیست حرفه‌ای شده بودم. یکی شدم با اون که همیشه توی خودم می‌دیدم. اما بعد از گذشت 1 ماه، شایدم بیشتر چند ماه، با یه واقعیتی روبرو شدم که هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم. بعد از فارغ التحصیلی به یک باره تمام کنسرت ها، ایونت ها، فعالیت هایی که همه از داخل و از طریق کنسرواتوار قطع میشه. حتی دیگه دسترسی به رویال پیانو هم نداشتم. دنیای دورم که همه مثل خودم به زبون خودم، به زبون موسیقی صحبت میکردم، به یک بار تموم شده بود. من بودم و یه اجتماع پر از رقابت. دوباره سردرگمی خیلی بدی داشتم. همون حسای ترس و هراس و نگرانی از آینده اومده بود سراغم. و بدتر از اون، حس جدید ایزوله شدن از همه جا. دوباره احساس کردم یه دوره جدیدی توی زندگیم باید شروع بشه، یه مرحله بالاتر، و دوباره باید استارت کار رو از یک جا می زدم.
کمپانی خودم رو به عنوان معلم پیانو و پرفورمر توی اتاق بازرگانی به ثبت رسوندم. بعد از یه مدت همکاری خودم رو با یه مؤسسه موسیقی در پلتفرم آنلاین شروع کردم. بعد از اون با خودم فکر کردم جایی که بشینم و دست روی دست هم بذارم و منتظر باشم کسی بیاد سراغ من یا کسی برنامه‌ریزی کاری برای من بکنه، تصمیم گرفتم تعیین کننده مسیر حرفه‌ای خودم باشم. فکر کردم چطوری میشه از طریق موسیقی پل ارتباطی بین فرهنگ‌ها بود. خیلی توی سکوت و خلوت خودم فکر کردم، تحقیق کردم که چه کاری میتونم انجام بدم. توی دوران تحصیلیم سانگ سایکل های زیادی اجرا کرده بودم، از واگنر، از شومان، از شوبرت. با خودم فکر کردم با توجه به فرهنگ غنی شعری ما هیچ وقت سانگ سایکل توی موسیقیمون نداشتیم. سانگ سایکل یا چرخه آواز گروهی از آهنگ‌های جداگونه هستند که برای اجرا در یک توالی به صورت واحدی طراحی شدن، که این ممکنه از متن شاعر باشه، یه خط داستانی رو دنبال کنه یا یه موضوع اصلی. ایده هفت شهر عشق عطار به ذهنم رسید. یه سایکل آهنگ مبنی بر هفت شهر عشق، شامل طلب، عشق، معرفت، استقنا و بی‌نیازی، وحدت، حیرت و فقر و فنا. و چون مولانا در نوشتن مثنوی قدم در هر هفت وادی گذاشته، تصمیم می‌گرفتم که اشعار مرتبط با هر وادی از مثنوی معنوی انتخاب بشن و همینطور از دستگاه‌های ایرانی روی آهنگسازی غربی استفاده بشه. پروژه به سفارش و حمایت فستیوال خادیاموس که یه فستیوال برای موسیقی معاصر هست و یه فستیوال معروف در سطح جهانی برگزار شد. در طول پروژه تحقیق‌های زیادی در مورد وادی‌ها و اشعار انجام دادیم. با خودم فکر کردم درسته که عطار این استراتژی رو سالها قبل برای یک هدفی والاتر و معنوی معرفی کرده، اما هر کس میتونه توی زندگیش برای پیشبرد اهدافش این استراتژی رو به کار بگیره و ازش بهره ببره. با نگاه کردم به زندگی خودم کاملا درک کردم که هر استراب، هر فرصت از دست رفته، هر مشکل یا درگیری که بخشی از اون بودم یا شاهد اون بودم، در نهایت با ترس مرتبط بوده. بنابراین اگر ترس مسئله است، راه حل چیه؟ اونجا که ترس منو سرزنش میکرد، عشق منو میپذیرفت. وقتی که ترس از من جلوگیری میکرد، عشق منو در آغوش میگرفت. وقتی که ترس متهمم میکرد، عشق منو میفهمید. اونجایی که ترس منو از خودم دور میکرد، عشق بود که منو به خودم میرسوند. و وقتی ترس به من صدمه میزد، عشق درمانم میکرد. همونطوری که از عنوانش پیداست، هفت شهر عشق. چند نفر از ما چیزی رو که طلب میکنه بهش عشق داره و با عشق درونش طلب میکنه، نه به خاطر مادیات، نه به خاطر ارضای نفس، نه به خاطر رضایت خانواده و جامعه و غیره. چند نفر از ما وقتی هم که با عشق طلب کرد، اصلا میره دنبالش که در موردش مطالعه کنه، آگاهی کسب کنه، آموزش ببینه و بهش معرفت پیدا کنه. و مهمترین قسمت که توی جامعه ما خیلی خیلی اهمیت داره
این هستش که فرد بتونه خودش رو از بند محدودیت هایی و تحمیل هایی که جامعه و خانواده براش ایجاد کرده در پیشبرد اهدافش رها کنه، ذهنش رو فراتر ببره و منیت وجودی خودش رو بشناسه و به استقلال فکری، شخصیتی و اجتماعی برسه. و در آخر قطره وقتی به دریا میرسه هیچ میشه، چون در حقیقت با عظمت دریا یکی میشه. چقدر خوبه وقتی که ما به اون چیزی که از درون قلبمون میخوایم میرسیم، به هدف و آرزوی قلبیمون میرسیم و از اون چه برای خودمون خواستیم سیراب میشیم، منیت خودمون رو کنار بذاریم و از این منیت خودمون رو در خدمت به جامعه به کار ببریم و چیزی رو که یاد گرفتیم با عشق ببخشیم و سعی کنیم تأثیر مثبت روی جامعه داشته باشیم و هیچ وقت یادمون نره که با عشق جلو رفتن، با عشق قدم برداشتن تنها راه رسیدن به بیباکیه. همونطوری که مولانا میگه در زندان جهان را به شجاعت بکنیم، شحنه عشق چو با ماست زکی پرهیزیم، ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. ممنونم.